سال 2024 میلادی در حالی آغاز شد که ایران موج دیگری از اعدام‌ها و موارد نقض حقوق بشر را تجربه کرد. اینجا در پاریس، اتحادیه‌ها و فعالان ایرانی و فرانسوی مدافع حقوق بشر همچنان به دنبال راهی برای کم شدن فشار و سرکوب‌ها در ایران هستند. آغاز سال نوی میلادی بهانه‌ای بود برای این انجمن‌ها تا در کنار هم در یک گرد همایی به این موضوعات بپردازند. سرمونی آرزوی سیاسی سال نو رسمی که تو سیاستمدارهای فرانسوی همیشه هر سال برگزار میکنن، امروز سیاستمداران فرانسوی بودن، کسانی که تازه از ایران اومدن بتونن مستقیما با اونا حرف بزنن و ما به عنوان انجمنهای فرانسوی ایرانی بتونیم مستقیما خواسته های سیاسیمونو به اونا بفهمونیم. در این گرد همایی مهمانانی همچون خانواده نرگس محمدی هم حضور داشتند. من معتقدم باید از این جمهوری اسلامی گذر کرد. همچنین یانیک جادو، سناتور فرانسوی که در ارتباط با نقش کشور فرانسه و اروپا برای بهبود شرایط ایران صحبت کرد. امروز فرانسه باید از سیاستی که رئیس جمهور وقت این کشور اتخاذ کرده فاصله بگیره. منظورم سیاست همزمانی است. اون همزمان که به صورت رسمی از مبارزه برای آزادی و دموکراسی توسط زنها، جوانها و مردهای ایرانی حمایت میکنه، همزمان هم هیچ اقدامی علیه رژیم ملاها و سپاه پاسداران نمیکنه. ما به خوبی تصویر آقای رئیس جمهور رو در ذهن داریم که چگونه در مجمع بین المللی با لبخند از نخست وزیر ایران استقبال کرد. ما همچنین اخیراً دیدیم که چطور وزیر امور خارجه فرانسه با لبخند از همتای ایرانی خودش استقبال کرد. این امکان نداره. تنها حرکت قابل قبول فرانسه میتونه این باشه که همونطور که پارلمان اروپا و پارلمان کشورهای اروپایی میخواستند سپاه پاسداران در گروه تروریستی ثبت بشه و اونها رو تحریم کنند. و همچنین مصادره کردن دارایی‌ها و قدرت سپاه گزینه بعدی. دیکتاتوری ملاها امروز روی دوش سپاه پاسداران هم میشه که نه تنها یک پلیس سیاسی به حساب میاد، بلکه دستگیر میکنه، مجازات میکنه و میکشه. سپاه پاسداران قلب رژیم ملاها به حساب میاد که به همین دلایل باید با سپاه مقابله بشه. از دیگر سرفصل‌های مهم این جلسه، برنامه ریزی و نحوه مشارکت انجمن‌های ایرانی و فرانسوی بود. با توجه به سرکوب شدید فعالان حقوق بشر در سال‌های اخیر در ایران، حضور و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های خارج از کشور در کنار نهادهای بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. تا راه مبارزه بر علیه سرکوب و امید برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران ادامه پیدا کنه. مهدی صدرنژاد، پاریس.